الان وقتی ما دو ساعت سمینار میگیریم این دو ساعت نیست، یک عمر است. ما تا بعضن میگم بعضیا ماینه شکایتشان نیست، والله رفتم ماینه خونه دکتر دان مواظب بسته که چراغ انداخت 2500 روپیه فیز گرفت، همه قام ظلم نیست؟ من میگم لطفا نگو 10 دقیقه کار 2500 شد. 7 سال اول 12 سال مکتبش، 7 سال طبش 19 سال، 4 سالم تخصصش 23 سال، یک دو سه سالم شفاخانه کار کرده 25 سال. 25 سال و 10 دقیقه سی چراغ انداختن. خدا غیر از یک برقی هم دادن چراغ میندازه در پام نمیتشه. فرق داره این دوگم. اون رقم لطفا قضاوت نادرست نکنید، گرچه من خودم آرزوی میست که بر کلگی خدمات صحی درس رایگان باشه، حتی امتیاز قائل باشه. یک کسی درس میخونه ماستری میره برش 50000 بتن، دکترا میخونه مانه 100000 بتن، بگه برو زندگی که تو آفرین درس میخونی، من تو آرزوی میست. ولی استدلال نادرستش هم خوب نیست. بنابراین وقتی اینجا ما دو ساعت بس میکنیم، در حقیقت یک عمر بس میکنیم. بحث ما این بود که اگر شما پدر مادر هایز امکانات از ایره دارین، زمینی زندگی هسته ایره برای دختر پسرتان آماده بسازید. بعضی های استدلالشان اینه، نه دکتر صاحب هنوز طفل هستن نمیفهمن. خیر تو اشتباه کردی، دو طفل موندی آرسی کنه، خب میموندی گودی بازی کنه. بعضی ها ماینه خونه میه میبینم بسیار طفلان هست، میگیم بچه وقتی ازدواجتان نشده بود یک گودیگک تو میداشت، یکی گودی بازی میکردین در خانه. خیر اگر اولادت هنوز به او سطح نرسیده که زندگی خود مدیریت بتونه، نتی به ازدواج اول یادش بده، اول بیارش سمینار بینه، باز بعدش اگر میتونه خیلی لطفا بانک زندگی خود کنه، تو مداخله نکن. هر روزی از تو آمدن مشوره گرفتن، با تمام مهربانی مشورت بده. حتی بعضی پدر مادر چی میگه؟ خب که تزی آدم ازدواج نکن. خب بعضی ها یک ذره که چشم سفید هستن، شله نه، بالاخره موفق میشن ازدواج میکنن. خب باز که مجبور شدی طرف ما دور نخوری. نه پدر مادر، اول کوشش کنین اولادتانی قد خوب تربیه کنین که با مشوره شما ازدواج خود کنه. بعدش که ازدواج کرد، با وجودی که تو فکر میکردی اشتباس، ولی با تمام وجود دعا کن که خدا نظر تو رو غلط بسازه، نظر اولادت صحیح باشه، ازدواجش موفق شوه. و برش بگو بچه مال خودی ازدواج کردی، هر وقت با ما ضرورت داشتی آغوش پدر مادرت برای باز است، ما کمکت میکنیم. حتی متاسفانه بعضی پدر مادرای خودخواه ولی دعا کرده میره، منتظر است که بانی یک جنگ دعا کنه که ما برای خوش بکشیم. دیدی گپ ما رو نگرفتی تو شد، این غلط است. تو دعا کن که نشه، حتی کمکش کن که خراب نشه. همون جایی که تو فکر میکردی آسیب میخوره، همونها رو برو ترمیم کن. به هر صورت دوستای از نازنینه، گفتم شخص سالمترین کودک کودک است که دو سال اول مادرش همراهش بوده باشه. متاسفانه مادرای ما، اونایی که آلی میتونن یک زمینی مکتب خواندن و پانتون خواندن دارن، کودک خدا سیب میزنن. من همیشه میگم لطفا خانم ها عزیز، به خاطر از اینکه حقوق مساوی با مردا داشته باشین، آلی کار اشتباه نکنین. بعضی وقتا ما دیدیم مثلا پیش پانتون سید جمال الدین تونس، به خاطر که پیسه زیاد بگیره تا اینم سر ماشین هم سواری میشونه، و در از اینا میبینی که دو سه تا دختر تفلکا در بغلشون آمده درس خواندن، در او گرمی تونس بسته. خودش هم قصه کرده که جگر از کودک میسوزه، رد پروایش نداره. من میگم مادر عزیزم، اگه برای تو از پانتون آروارد دیپلم سرخ تاپ شدگی بته، از او کده که کودک سالم داشته باشی به مراتب بهتر است. نکوی تو بعضی وقت میرن کودک خورده خود در کودکستان میمانن، غیر میاری خودش خوش است، من میرم دنبال کار و درس، اما این کودک آسیب میزنه. و بعضی وقتا 1000 در وقت کودکی اگه درست مصرف شوه، جلوگیری میکنه از 100000، از 1,000,000 در بزرگی. اگه اونجا بیتوجهی کنی، بعدا با 100000 امور نمیتونی ترمیم کنی. تو خوش هستی 5000 ماش گرفتی، اما بعدش 50000 مصرف میکنی، دیگه این مشکل حل نمیتونی. اینا رو ما با چشم خود دیدیم. ماینه خانه میه، پدر پروفیسور، مادر مثلا پروفیسور، اولاد معتاد. گریه میکنه مادرش که کاش من بد کردم رفتم ماینه خانه ای رو ماندم، من کاش که نمیرفتم، کار زیاد نمیکردم، پیش اولادم میبودم. مال پیسه داره اما اولاد خراب است، میتونست با پیسه کم اولاد بهتر داشته باشه، اما این خراب میکنیم. بنان در اکثر ممالک شما اگه پرسان کنین، امی که مادر عامله میشه، برش میگه برو بهترین کاری که بر ما میتونی، بر دولتت میتونی، برو در خانه بشی، اولاد تا خوب سالم تربیت کنی، ماشت پشت خانیت میرسه. ماش شبرش میتن میگه تو فقط پیش اولادت باش که اولادت که تو بزرگ شوه. اما متاسفانه اینجا داستانایی است، میگه مادر میره محکمه، طفل یک ماه
یک دفعه در بغل ایما در بغل او دخترای مجرد حوصله ندارن دیگه. ای با او بتی او بت آخرام به مادر کلان نوبت میرسه کو قار اعصابش خراب او حوصله قنداقای خود نداره گریانی را خویت نمیتونه خو یه طفل چی جور میشه دیگه. و ما خوش هستیم که رفتیم وظیفه اجرا کردیم. بنان اگر زیاد مجبور نیستیم که یعنی غیر می پول شما کلیگی با گرسنگی محکوم است سعیس کار کنین، در غیر از او وقتی پدرش کار میکنه پیسه میره لطفا نکن، ما حق برابر کار داریم. طفلت آسیب میزنی، طفلک تا خوب نگاه کن. دوست عزیز نازنین، اولین بحثی که ما میکنیم امروز، چرا ما این سمینارا رو در چند جلسه، اول خود ما گفتیم که سمینارا رو ابتکار من است، ابتکار پایز جان است. ما قدر جنجال زندگی دارم که هیچ پرسان نکنین. پایز جان خواسته که سمینارا باشه، به ابتکار پایز جان است. اما چرا ما علاقه دارم که باشه؟ بحث ما است که ما میخواییم زنده باشیم یا زندگی کنیم. این دوتا بسیار فرق داره. بعضی ها تنها زنده است، صبح شام ایچی نمیفهمن، در خانه هم جنگ و دعواست. برین در خانه جنگ و دعوا، شوهر قار، خانم قار، اولادا پریشان، خوش هستن که زنده هستن. اما نه، یکی زندگی کردن است که ما از زندگی لذت ببریم، اصول بلد باشیم. متاسفانه اکثر افغانا فقط زنده هستن. حتی میگن در ایران یک بحث دارن، میگن ما کار میکنیم که زندگی کنیم. افغانا میگه زنده هستن که کار کنن. یعنی ما فقط بر کار خلق شدیم. حتی فکایی جور کرده میگه امریکایی ها رفتن مهتاب، اونجا پایین شدن که چند تا افغان ها نشسته، هیچی چی میکنیم پیش از ما آمدیم. گفت سای ما آمدیم که گلکاری کار داشته باشیم، بر تعمیر جور کنیم، گلکاری کنیم. پا فکر کنین، ما بحث ما ایست که نه، بیاین ما در پلی زنده بودن روش های زندگی کردن هم یاد بگیریم، خوب زندگی کنیم. بدترین زندگی وقتی است که ما در خانه نارام باشیم. در زندگی زناشویی که نارام باشین، این بدترین حالت زندگی است. به این خاطر شما میبینین یک ضرب المثل هم داریم، میگه درد بیرون در خانه بیاری، درد خانه رو کجا بری؟ اگه شما خانوادی خوب داشته باشین، بیرون هر قدر سختی بکشین، همین که خانه به این یک آرامش برتان داده شوه و گفته شوه که من امرایت هستم، تشویش نکن، شما آرام میشین. ولی اگر بیرون خوشبخترین آدم باش، مثل از آدمی که آمده بود که میگفت من رئیس هستم، صد نفرم زیر دستم کار میکنه، ولی اگر در خانه مشکل داشته باشین، اما گیش سرتان تیره و تلخ میشه. بدترین نوع زندگی است وقتی شما در خانواده مشکل میداشتیم، این باید حل شد. دوست عزیز نازنینه، تحقیقات نشان میده انسان ها دو نوع رابطه خود داشتن در زندگی مشترک. یکی زندگی مبتنی بر همکاری و یاری، دو نفر یکی خود دیگه خود دوست داره، کمک میکنه، بال پرواز هم دیگه میشن و از زندگی رو پیش میبرن. یکی نه، متاسفانه میشه دشمنی و رقابت، ای جنگ و دعوا. زن میخواد برنده خانه باشه، مرد میخواد برنده خانه باشه. و متاسفانه تحقیقات نشان میده اختلافات زندگی زناشویی هیچ برنده نداره. هر کسی بخواد اختلاف ببره، کل زندگی را از دست میده. قبول یک اختلاف است، تو برنده شدی، تو پیروز، زنت ملامت، شوید ملامت، ولی در نتیجه محبتی که در دل از او داشتی از دست دادی. نکنین، دنبال برنده شدن نباشین. وقتی اختلاف زندگی زناشویی دارین، دنبال از نباشین کی ملامت است، کی سلامت. دنبال از این باشین یک مشکل ایجاد شده، این مشکل چطور میتونیم حل کنیم. یک مشکل در خانواده ایجاد شده، از دست شوهرتون است، اما شما تلاش داری نباشه ثابت بسازید که شوهر تو ملامت استی من سلامت. نه شوهر جان، یک مشکل ایجاد شده، چطور میتونیم مشکل حل کنیم؟ ای از راه حل. در غیر از وقت تو برنده شدی، قبول، ولی ارزش و اهمیت و عشقی که داشتی از دست دادی. و خوبترین حکمرانی، حکمرانی در دل هم دیگه است، نه به زور تحمیل کردن موضوع. دو تا موضوع است، یکی که معمولا مردا مشکلات خودا وقتی هر چی رابطه نزدیکتر میشه کوش میکنن فراموش کنن، اما خانما هر چی رابطه نزدیکتر میشه مشکلات و زرزرشان زیاد شده میره. مردم زرزری میباشن،
و این زرزر زدن ها خراب میکنه. یک مشکلک متاسفانه است که وقتی شناخت پیداش حل میشه. خانم ها معمولا با گپ زدن میخواین مشکلات حل کنن. مشکلات ها نه، مشکل کاشکی حل کنن. خانم ها معمولا میخواین نیش خود از طریق زبان وارد کنن، اما قار خود با گپ تانه بتن، کتره بگن، کنایه بگن. اما مردم متاسفانه از بوکس و لغت استفاده میکنن. این یک بدبختی است. او گپ زده میری میگه آرام باش، نمیباش او تا گپ نزنه دلش درد نکنه، این بوکس و لغت استفاده. اینا میبینی که اوضاع خراب شد. از امروز خانمم دیگه کوشش کنه کمتر بگن، مخصوصا وقتی گفت آرام آرام شو، باز شله نگی، نه چطور آرام شوم، تو خود چی فکر کردی؟ سیلی رسیدی، این فکر نکردم، خلاص شد اوضاع. خدا دستش خوش کنه، نزنه، من طرفدار از اون نیستم، واقعیتی را که بیان میکنم. متاسفانه ای است. دوست از نازنینم، یکی از مهمترین اصولی که میتونه زندگی ما را پر از عشق و صمیمیت بسازه شناخت است. ما از خود یک شناخت داشته باشیم و از همسر خود یک شناخت داشته باشیم. اصلا خوب است هر مرد در مورد زنها یک کتاب بخونه و هر زن در مورد مردها یک کتاب بخونه. از خصوصیات هم دیگه آشنا میشن. مثلا مثال بگیم، یک موضوع بسیار کوچک چطور جنگ ایجاد میکنه. مردا معمولا که وقتی خانه میان میخواین یک مدت آرام باشن تا مو درد بیرون فشار بیرون در ذهن خود حل کنه. خب یک مرد از بیرون آمده میخواد آرام باشه، خانم شروع میکنه کتی اولادای چوخت از صبح تا شام جان مامو برای تو در بیرون خوش هستی، ولی که بیرون خوش نیست، بیرون نمیفهمین چه غم داره، بیرون بسیار زیاد درد داره. به خدا یک آدمی که هیچ منطق نداره چون پول داره سر تو باید قالمقال کنه و تو بخاطر یک کس قسم میکنه، میگه من رئیسم است نشه‌ای، نشه میکنه میگه بد رد، میگه میگه 3-4 دفعه شد از جایم بالا شدیم که تیم بوکس دیم دانزی بزنم، همین که دست بسته میکنم اولادم یاد میاد که از وظیفه من فکشم چی خواد کردم، پس میشینم میگم با نر بدی که میکنه. بیرون تو باید یک آدم نشه‌ای رو تحمل کنی. در خانه ما آمده میگه در بیرون بسیار خوش هستی. ما مثلا در سیمینارا گفتیم مردا هر چقدر بیرون مشکل داشتین خیر پیش خانه برین، یک نفس بگیرین خانه برین با یک لبخند. این بیچاره که با لبخند داخل میشه، خوب بیرون خوش هستی، خوب ساعتت تیر است، ما ایجا جان بکنیم تو خندک. خب دیگر روزی بیچاره خود جگرخون میگیره، میگه بار کیشی پم خوشش نامتی جگرخون، همین که خانه میسرد غم میباره، در دفتر شدیم که خوب خنده میکنی، حیران میمونم چی کنم که تزی در هر صورتش با نمیپاله. خب ای آرامش کار داره، او غالمغال شروع کرده، نمیبینی؟ میوی گندر سرت زده، یک جایش گرمیز نمیگه خیر بینی که میوی دیگه آورده بودی یک دوینش میشه بگه خیر بینی رو گرفتی که سر از کراچیوان تا وان نشه همی کرمیش آمتی گرفتی، هی او کرمیش شله، او میگه آرام باش زن، بان ما را که فکرمون آرام است، نه تو خوارت سر ما چقدر گب میزنه، 20 تا موضوع را مندازه، مجبور است جنگ شد. بنان اگر بفهمیم که همی آدم آمده، مثلا شما این دو حالت، یکی اونو حالت تصور کنید، یکی حالت خیره با سرازی ها میایم که مردا چی مشکل داره، اول فقط این بس خانم ها، یکی اینه تو گال مقال میکنی، یکی حالت دوم میفهمی ساعت 4 مثلا میه آمده سلام آمدی خوش آمدی چطور استی چقدر پشت دق شده بودم، بگی بیا دستوری تا بشوی او گرم گلسک چای بخور، تو رو خدا ببینیم میبینیم. در این صورت اگر شما میخواییم که اگر شما میخواییم که شوهرتان به امرتان باشه، از رای محبت پیش برین، از رای خشونت نمیشین زور، اما که نازش دادی میگه بیا که بریم خیر بریم، بیا که بریم چکر بریم بیرون، نان نمیخوری، او می اون انسانیت های شور میخوره. خب اگر نه که اوضاع خراب میشه، یک مرد کم اینکه زنگ زد خانه که اوزن چی پختی زن قار بود، گفت زار پخته، گفت نوش جانت من جای میمان بودم گفتم خبرت کنم منتظر نمونی، اونو تو نشه که باز او هم قار باشه، ولی تو کمکی که تو خوب برخورد کردی او هم به خدا پیشنهاد خوب میکنه. من سو مرده که دیگه آمد او زن بیا بیا بیا، گفتک بیا که برای توفه گرفتم بیا، گفتم موتر جگری را ها، گفتم موتر را آدم موتر فروشی که خوش کرده بیدیم سرخ جگری که بود، گفت ها شوهر جان خیر بینی خیر بینی، گفت ها اونا مت یک لبسیرین سرخ برات خریده اکس لبسیرین سرخ خریده خوش بود که همه تو موتر برش خریده. به نانی که دیگه خدا بشناسید. یادتان باشه هیچ کشفی در جهان به اندازه کشف خود ما پر هیجان نیست.
کجا امیال داخل پانتون می آمدیم، یکی از محصلین طب گفته که استاد سلام علیکت پیش دروازه. گفت ما امروز بست در رادیو میشنیدیم، ما امروز تصادم سر از این گپ زدیم که انسان موجود عجیب غریب است، دنبال کشف کهکشان ها میره، در قعر اقیانوس ها داخل شده، دل اتمش رو گفته با قطب شمال رفته، با قله کوه ها بالا میشه، هر چیز میخواد بفهمه. اما این قلمرو وجود خودم متاسفانه که دنبالش نیست که نمیره بشناسه. بنان یکی از جالبترین شناخت های دنیا شناخت خود ماست. خیلی بنان از امروز ما خود اول بشناسیم، حتی زیاد ما از خود ما شناخت نداریم. بعدا خود گفتم حتی شما کوش کنین یک لیست از مثلا خوشاور جان کدام غذا خوشت میه، چی گپ خوشت، چی بدت میه، تو از خانم تو هم تو پرسان که ولو خو غذا رو پرسان نمیکنی. مثلا گرچه بعضی مردا بیچاره آشپزی هم میکنه، یک مردکر گفت از زن نمیترسی؟ گفت نه چرا بترسم، وقتی ظرفا رو پاک شیشتیم، خانه رو جارو کردیم، دیگ تیار، چای جوشان، چرا باید بترسم؟ ما اینا رو پرسان کنیم چی گپا بدت میه. اما ما چی میکنیم متاسفانه؟ ما بازونم اون لست خوینی چیزا بدت میه، دیگه اونم نار شروع میکنیم، انگشت اوگار پیدا میکنیم، فشار داده رو ایستیم، اونم اون نقطه منفی هم دیگره. وفقان یکی دیگه خدا بیرون. یکی از کارهای دیگه که میکنینی از دوستای از نازنین که ما مشکلات دوری کودکی خود باید حل کنیم. دو تا کودک نمیتونه زندگی زناشویی را پیش بره. ما بعضی مشکلات در دوری کودکی داریم، اگر حل نکنیم زندگی ما خراب میباشه. مثال برتون میگم، فکر کنین در پای ما یک میخ رفته، لنگ لنگان را میریم، این میخ باید بکشیم که بتونیم راست را بریم. یک سلسله مشکلات، مثلا ما از سود هستیم، این اسادت باید حل کنیم، زندگی زناشویی را خراب میکنه. ما مثلا آدم عصبانی هستیم، اسادت برتون بگم، مثلا این تا بر خوار خود یک 500 داده شوهر، یک جنگ در خانه سر 500 خوار خود 500 را پدا میگم تو گوش نموندی، میگه نه ما گوش نموندیم شکر دارم، خوار خود چرا داد؟ شما فکر کنین برای مادرش کمک میکنه. میگم سعی کنین اگه شما دیدین یک مردی برای خواهر و مادر برادر خودم وفادار است، خوش باشین، این تو مرد صبح بر شما وفادار میباشه. اون یکی با شما ازدواج کرده دیگه مادر حساب نمیکنه، به خواهر برادر هیچ کمکش نمیرسه، اون صبح دقسی تو هم نمیباشه. اون قنه شبر نخواهید. اما امشب به خدا تو تا زنشوی ماین خانه آمده بودن، شویش گفت که مثلا ما کل فامیل مثلا ده نفر فامیل از کمک میکنم، سرپرستی میکنم. خانمش میگه ما میگم دفعه ما از پیسی خود اردشان ماش داشتن، شوهرش 140 ماش خوب داشتن، در کدام سفارت کار میکنه، 140,000 شوهرش ماش داشت، 70,000 خانمش. گفتم نوش جان تا نقه پیسه. باز خانمش یک زمین خریده بود، از شوهرش پیسه قرض کرده بود، به نام خود زمین خریده بود. شوهرش میگفتم قرض تو ببخش برزی، میگفت نه من اون زمین ندارم، خودی به نام خود زمین گرفتم، نمیبخشم، قرض خودم میگیرم. میگفت یگام دفعه من خودم هم کمک میکنم، حتی یگام وقتی میگم که برای مادرت کمک نکردی دیما، شما سعی کنین این زندگی بسیار خوب میشه. تو مادر خودت تصور کن، یک کسی بیا که شما ازدواج کنه و دخسی مادر خود نباشه، بعد از به خدا مادر هم سر آدم حق داره. خب ما حسود هستیم، این طاقت مادر خود یک محبت میکنه، فکر میکنه مقمات تلف شد، داری که وقتی ما زندگی ما خوب است چرا باید تو کنیم؟ بنام ما اسادت خود حل کنیم. ما عصبانی هستیم از کودکی، رو باید حل کنیم، با عصبانیت نمیشه زندگی پیش بره. لیلی و مجنون دنیا باشیم، عصبانیت زندگی رو از بین میبره، عشق به بی تفاوتی تبدیل میکنه. با عصبانیت عاشق ترین آدم دنیا عشقش از بین میره. یک بار، دو بار، ده بار یک کسی رو تحمل کنی، هر روز سرت قال مخال کنه، دیگه بدت میشه. بعضی رو دیدی تا میگه شوهر چی خاک در سرش، همین که زنده است بس است، یک نان بیاره به می اولادا، ای دیگه شوهر بودنش مهم نیست، همین که یک نان بر اولادا بیاره، این یک ماشین نانآور شده. چرا؟ چون عصبانی بوده، دالی که به عشق در فاکولته خودش خوش کرده بود، گرفته بود، ولی بدش شده چون عصبانی است. و این مشکلات ما باید حل کنیم. خب دوستای از نازنین، یک وقفه کوتاه میگیریم، به تعقیب وقفه عباس بخیر اصول بعدی رو بیان خواهد کرد. تشکر.